با درود خدمت تمامی سروران، کشتی دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسین نظری MMA. به مناسبت دریافت طلای المپیک 2012 لندن در سنگین وزنمون توسط دلاور جویباری کشورمون کمیل قاسمی، گفتم بیا مروری کنیم بر خاطرات 2012 لندن. بریم با هم کشتی ردمندی دلاور کشورمون رو ببینیم. امیدواریم که لذت ببرید. کشتی که با این کشتی به مدال طلا رسید دلاور کشورمون. خب دوستان، کشتی که با هم مشاهده میکنیم کشتی دلاور کشورمون هست در مقابل کشتیگیر از امریکا کمیل قاسمی با دو بنده قرمز در مقابل کشتیگیر از امریکا ترال دلاگنف. به روی تو شک رفتن. تماشاچی های پرشور حاضر در سالون 2012 لندن که دارن دلاور کشورمون رو تشویق میکنن. میتونست در فینال باشه دلاور کشورمون. آرتور تایمازوف رو کشتی که به آرتور تایمازوف واگذار کرد با یه امتیاز خیلی نزدیک و به قید گرعه کشتی رو واگذار کرد متاسفانه و به این دیدار رسید. حالا در مقابل کشتیگیر امریکایی، مطمئنن عزیزانی که کشتی رو پیگیری میکنن واقف هستن که همین امروز، البته دیروز من این خبر رو شنیدم تو جرایت ثبت شد و قطعی شد که طلای دلاور کشورمون به ایران فرستاده خواهد شد. آرتور تایمازوف و مجزمشویلی هر دو تست دوپینگشون بعد از سالها بالاخره ثبت و تایید شد و طلا ازشون گرفته میشه، طلا و نقره ازشون گرفته میشه. طلا به کمیل قاسمی عزیز و بلال ماخوف روس خواهد رسید. این اولین باری هست که یک مدال طلا بین دو کشتیگیر تقسیم میشه، یعنی بلال ماخوف و کمیل قاسمی طلای 2012 لندن رو به گردن خواهند انداخت. رسول خادم دل کشورمون داره کوچ میکنه کمیل قاسمی رو. کشتی های زیبایی گرفت تو این دور از مسابقات. عرض کردم آرتور تایمازوف هم با اختلاف خیلی نزدیک و به قید گرعه کمیل قاسمی رو شکست داد و رو سرگردن کار میکنه. ما دو دقیقه از این دیدار رو از دست دادیم دوستان. ما دو دقیقه اول 4-0 کمیل قاسمی برنده میدان شد. حالا دقیقه دوم رو مساوی تموم میشه، نتیجه کشتی 0-0 هست. حالا باید ببینیم تصمیم داورها چی هست. احتمالا باید کمیل قاسمی زیرگیری داده بشه، یعنی باید زیر کمیل قاسمی در اختیار کشتی امریکا قرار داده بشه. قوانین یکم پیچیده ای بود سالهای گذشته، یه مقدار قوانین اصلاح شده و واقعا جذاب شده کشتی ها. ببینیم حالا باید زیرگیری کنه، کاملا باید زیر در اختیار یه لحظه حالا میتابونه کمیل قاسمی کشتیگیر امریکایی رو، ولی خب داور قبلش سود زده بود. قبل از سود نباید کشتیگیر امریکایی حرکت میکرد. بله داور بهش تذکر میده باید منتظر سوت من باشی. حالا یک بار دیگه ببینیم چه میکنه کمیل قاسمی. میتونه کنده کشی قهاری هست، میتونه کنده ایف امریکایی رو بکشه یا نه. میره برای کنده کشی، زیر رو کاملا در اختیار گرفته. خیمه سنگین کمیل قاسمی حالا بالا میاره. بله اینجا دیگه با باسن میشینه روی تشک و یک امتیاز داور درخواست میکنه و تایید میشه. بله حالا نتیجه کشتی 1-0 میشه. حالا نتیجه کشتی 1-1 میشه. تایم اول 4-0 کمیل قاسمی برنده شد. اینجا حالا به قید گرعه 1-0 کشتیگیر امریکایی تونست کشتیگیر ما رو خاک کنه. ببینیم دو دقیقه سوم چه میکنن. تو این دور از مسابقات کشتی ها سه تایم دو دقیقه ای بود دوستان. هر کشتیگیری دو تایم رو برنده میشد، دو تایم اول رو کشتی همونجا به اتمام میرسید در 4 دقیقه. در غیر این صورت مثل این کشتی به 6 دقیقه ادامه پیدا میکرد. خب دو کشتی که بعد از 30 ثانیه استراحت ببینیم رسول چه توصیه‌ای در نظر گرفته برای ادامه کشتی. از نظر امتیاز تا به اینجای کار کمیل قاسمی دلاور جویباری کشورمون برنده میدان هست. رسای هم دیگه کار میکنن. کشتیگیر خوش نفس و جنگنده ای بود.
بعد از این هم نقره المپیک ریو دو ژانیرو رو گرفت کامل قاسمی. با این طلایی که بهش دادن به خاطر دوپینگ آرتور تایمازوف، یکی از پر افتخارترین سنگین وزن‌های تاریخ کشور مخواهد شد. یه زیرگیری حالا نشون داد کشتیگیر آمریکایی ترول، ولی با خیمه سنگین کامل قاسمی روبرو شد. واقعا خوش نفس بودن اون زمان کشتیگیری های ما، کم نمی آوردن از نفس. خوب داره اداره میکنه کشتی رو، سرگردن هم دیگه فشار زیادی میرن هر دو کشتیگی امریکایی هم خوش نفس و سرحال هست. رسول خادم با فریادهای خودش توصیه‌های لازم رو میرسونه به کمیل قاسمی. کمیل قاسمی دلاور کشورمون که اون موقع نقره جهان رو داشت، طلای آسیا رو داشت در آستانا در سال 2015، در سال 2011 هم نقره گرفت در آسیا، قهرمانی آسیا. در سال 2015 هم در دوحه قطر نقره گرفت کمیل قاسمی دلاور جویباری کشورمون. با این طلا حتی رده‌بندی کشورمون فکر میکنم از 17 به 12 یا 13 رسید به در المپیک لندن و یکی از پر افتخارترین ادوار المپیک ما شد. یه زیرگیری برقاس از کشتیگی امریکایی ترول، ببینید کندره میکشه یا نه، کندره که بسیار قهاری است دلاور کشورمون کمیل قاسمی. فشار زیادی میاره تا کندره رو بکنه، ولی هنوز در تو زیرگیری ادامه میده و بالاخره توش خارجش میکنه و یک امتیاز میگیره اینجا، یک امتیاز میگیره و خوشحالی تماشاچی حاضر در سالن همه به وجد میان. بله تایم سوم رو حالا میره که به نفع خودش به پایان برسونه و برنز المپیک رو به گردن بندازه. ثانیه بیشتری 5 ثانیه فقط تا پایان کشتی زمان داریم. زیرگیری سریع و خیمه سنگین کمیل قاسمی و اینجا تسلیم میشه و تموم میشه 6 دقیقه مبارزه سنگین و نفسگیر المپیک لندن. خب دوستان عرض کردم خدمتتون که با این کشتی سوم شد و با وجود اینکه آرتو تایمازوف و موزامانشویلی نفر اول و دوم این کشتی ها دوپینگشون مثبت اعلام شد، دیروز اعلام شد که باید طلای المپیک لندن به دلاور کشورمون کمیل قاسمی برگردونده بشه. تبریک میگیم به کمیل قاسمی عزیز، امیدواریم که پاداشاش رو همونجوری که خودش گفته بود 100 تا سکه بقیه پاداش رو بتونه از مسئولین عزیز کشورمون بگیره. دوستان تا درودی دیگر، بدرود.